به دنبال انتقادها از چگونگی عملکردهای حکومت در پرداختن به گسترش ناامنی در بخش‌های از کشور و نیز افزایش تلفات نیروهای دولتی در این رویدادها، رئیس اجرائیه در برابر این وضع واکنش نشان می‌دهد. در چندین روز گذشته یک جلسه شورای امنیت ملی را مشاهده نبودیم، یک جلسه سرکمندانی اعلی را شاهد نبودیم. در این حال هر روز تلفات، قتل عام شده مردم افغانستان. نیروهای امنیتی ما را به خوشدار دادیم. کی مسئول است در اینجا؟ بیاین به مردم جواب بده. فراغ، غور، بغلان، ننگرهار و زابل مشمول ده ولایتی هستند که در چند روز اخیر گواهی نبردها میان نیروهای دولتی و طالبان شدند و ادامه این نبردها نگرانی های همگان را برانگیخته. آقای غنی در فکر پیسه جمع کردن است. بینن وکیل سیبا اغماز نکنین، بیاین یک آدم مریض از سنه پس کنیم. افغانستان کنترل کرده نمیتونه. پوسته 21 روز میشه در بسیر شارای بغلان پوسته ماسر است. 21 روز میشه. 21 روز میشه همراه به ارتباط داره، فعلا ماسر است، کسی نیست کوره نجات بده. اما ریاست جمهوری تامین امنیت را در کشور از اولویت های کار رئیس جمهور میگوید. من حیث سرکمندان عالی قوای مسلح یک بخش بسیار زیاد تقسیم اوقاتشان اختصاص داده شده به مسائل امنیتی و در هفته گذشته حداقل 2 یا 3 جلسه امنیتی برگزار شده به شمول جلسه سرکمندانی اعلی و شورای امنیت. امسال در فصل گرما در افغانستان جنگ و تلاش های سال همزمان اوج گرفتند. نهادهای امنیتی کشور حلقه های استخباراتی منطقه را مسئول افزایش خشونت ها در کشور می دانند و بدین باورند که این حلقه ها با فشار آوردن بر گروه های طالبان و داعش آنان را برای اندازی حمله ها بر نیروهای دولتی و آسیب رسانیدن بر روند سال وامی دارند.